یک عضو هیئت مدیره انجمن مطالعات زنان در ایران در گفتگویی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان گفته است 77 درصد زنان ایرانی در زمان قرنطینه در دوران همیگیری کرونا در معرض خشونت خانگی قرار گرفتند. آریان ریسباف گزارش می‌دهد. تحمینه شاوردی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با اشاره به یک نظرسنجی جهانی که در سال 2020 درباره آزار و اذیت و خشونتهای آنلاین و سایبری منتشر شد گفته در سالهای اخیر تجربه خشونت در فضای مجازی و خشونت سایبری وارد ادبیات آسیب شناسی اجتماعی شده و هرچند این خشونتها فقط علیه زنان و دختران صورت نمیگیرد اما این بخش از جامعه در برابر چنین خشونتهایی آسیب پذیرتر هستند این عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان ضمن تاکید بر تاثیر همگیری کرونا و زندگی در قرنطینه بر افزایش میزان خشونت علیه زنان یادآور شد خشونت خانگی بهره جنسی قاچاق زنان کودک همسری ختنه زنان آزارهای اینترنتی و زنستیزی همراه با خشونت در سایه همگیری کووید 19 رشد چشمگیری داشته وی افزود نتایج مطالعه ای که اخیرا توسط یکی از مراکز علمی در ایران انجام شده نشان می دهد که 77 درصد زنان ایرانی دست کم یکی از انواع خشونت را در دوران قرنطینه تجربه کردند. از سوی دیگر الهام فرخنده رئیس اورژانس اجتماعی بهزیستی خراسان شمالی از روند رو به افزایش خشونت علیه زنان در این استان خبر داده وی به ایسنا گفته بیشترین میزان تجربه خشونت مربوط به زنان خاندار رده سنی 20 تا 30 سال است و شاهد روند افزایشی خشونت علیه زنان در استان خراسان شمالی هستیم. گرچه خشونت علیه زنان معزلی جهانی است اما در بخشهایی از ایران فرهنگ سنتی مرد سالاری بستری مساعد را برای افزایش خشونت علیه زنان فراهم آورده است آریان ریسباف صدای آمریکا واشنگتن